آنکه برنامه 100 سال ترانه را به پایان ببرم، از خانم جمیل خرازی خواهش میکنم برای اهدای تندیس‌های یادبود روی صحنه تشریف بیارم. از همه شما مهمانان گرانقدر و شرکت کنندگان ارجمند در این جشن امشب سپاسگزارم. استقبال شما عزیزان بنیاد توس را در پیمودن راه نچندان همواری که در پیش دارد بسیار یاری می‌دهد. دومین برنامه بنیاد توس که امشب شاهد آن بودید محتوای عمومی تری داشت و در گرامی داشت گروه گسترده‌ای بود از کسانی که در 100 سال گذشته در حوزه هنر و ترانه کوشش کرده بودند و هر یک به سهم خود بر تنوع و غنای آن افزودند. بنیاد توس هدیه کوچکی برای مهمانان هنرمند خود دارد و آن تندیس حماسه سرای بزرگ توس فردوسی است. تندیس را قرار بود در نخستین برنامه بنیاد توس خدمت خانم لوبت والا تقدیم کنیم. متاسفانه ساختان به درازا کشید و به موقع به دست ما نرسید و حالا جبران مافات میکنیم و نخستین تندیس را خدمت ایشون تقدیم میکنیم که در ضمن در حوزه ترانه سرایی نیز فعال بودند. از سرکار خانوم لوبت والا تقاضا میکنم تشید برم بسنم. این نهایت سپاسگزارم از آنجایی که من به وزارت فرهنگ و هنر تعلق داشتم و فکر میکنم تصدیق کنید که اگر سخن از 100 سال ترانه، موسیقی، آهنگسازی و خوانندگی گفته میشه، وقتی نامی از هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر که تمام روزهای هفته در تلویزیون برنامه داشتن، از آهنگسازان مثل فرامرز پایبر، عماد رام و خوانندگانی مثل خاطره پروانه، نادر گلچین و دیگران که شما شاید بهتر میدونید، اونا فقط به خاطر اینکه صفحاتشون به بازار نیامد و خواننده کوچه و بازار نبودند حقشون در مورد موسیقی اینجا ادا نشد و من وظیفه دارم از دیگر مهمانان عزیز خواهش میکنم روی صحنه تشریف بیارید. آقای فرنوش بهزاد خواهش میکنم برای اهدای تندیس آقای چشم‌آذر تشریف بیارن. از لوبت عزیز خواهش میکنم برای اهدای تندیس آقای جنتی عطایی تشریف بیارن.
آذر پژوهش. لطفاً تشریف بیارید برای اهدای تندیس آقای نگهبان. از آقای تورج کیارس استاد آواز دانشگاه لندن خواهش میکنم برای اهدای تندیس آقای عارف تشریف بیارند. خانم نازنین انصاری تقاضا میکنم محبت کرده برای اهدای تندیس آقای ستار تشریف بیارند. از آقای محمود خوشنام بنیانگذار مجله رودکی، ناقد موسیقی که در تهیه متن این برنامه با بنیاد توس همکاری کردن، ضمن سپاسگزاری از زحماتشون خواهش میکنم برای اهدای تندیس آقای شیبانی تشریف بیارن. از آقای اسماعیل خویی شاعر گرامی خواهش میکنم برای اهدای تندیس آقای منفردزاده تشریف بیارم. با تشکر از تک تک مهمانان عزیز که دعوت بنیاد توس را پذیرفتند و بر پرباری آن افزودند و همه شما دوستداران فرهنگ ایران، امیدواریم در آینده همچنان توفیق رفیق راهمان باشد و بتوانیم برنامه های فرهنگی دیگری را برای شما عزیزان تدارک ببینیم. متشکرم. از ساختن تندیس یادگار فیلم کوتاهی تهیه شده که شما را به دیدن آن دعوت میکنم. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان، همه سر به سر دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد نسپاریم. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین. پر شادی و خواسته در آبام
لاله شد، همه کوه و هامون پر از لاله شد، همه یال اسب از کرم تا کرم برم دوه مشک و می و زعفران. شود آن زمان بر دل ما درست، که از کین دل ها بخواهیم شست، ز کینه نو آین و کینه کهن، مگر در جهان تازه گردد سخن. همه سال پیروز بادی و شاد، سرت پر ز دانش دلت پر ز داد. سراینده باش و فزاینده باش، شب و روز با رامش و خنده باش. چو